آدولف هیتلر 100 سال پیش کتاب نبرد من رو با هدف ارائه دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی خود در قالب اتوبیوگرافی یا خود زندگی نامه در آلمان منتشر کرد. کتابی که از سال 1945 به مدت 71 سال تا به امروز انتشار اون متوقف بوده. جلد نخست این کتاب در 18 ژوئیه سال 1925 منتشر شده که ایدئولوژی سیاسی نازی‌ها و برنامه‌های آینده آلمان رو ترسیم می‌کرد. هیتلر در ابتدا قصد داشت تا نام کتابش رو 4.5 سال نبرد علیه دروغ، حماقت و بزدلی نامگذاری کنه، اما با مخالفت ناشر که می‌خواست تا حد ممکن نام کتاب کوتاه باشه برمی‌خوره و کتاب با نام نبرد من منتشر میشه. هیتلر در جلد اول کتاب نبرد من تمرکز اصلی خود رو روی خطر یهودی‌ها گذاشته. هیتلر از روندی می‌نویسه که چگونه تبدیل به یک یهود ستیز و یک نظامی شده. اون بیان می‌کنه تا قبل از ورود به وین و تحصیل در رشته هنرهای زیبا در سال 1907 هیچ یهودی رو ملاقات نکرده. هیتلر در کتاب خود کمونیسم و جمهوری وایمار رو مورد تحقیر قرار میده و مارکسیست ها و پارلمان قدیمی آلمان و سوسیال دموکرات ها رو با همکاری با رهبران یهودی متهم میکنه. اون خواستار نابودی کل نظام پارلمانی میشه و بیان میکنه که کسایی که در این سیستم به قدرت میرسن ذاتاً یک مشت فرصت طلبن. حزب نازی یا همون حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان جامعه وین رو به یک دیگه مذابی تشبیه میکنه و از اون اعلام نفرت میکنه. هیتلر می نویسه چک ها، لهستانی ها، مجار ها، اوکراینی ها، سرب ها، کروات ها و یهودی ها همانند عفونتی هستند که همه جا هستند و جامعه بشر رو به نابودی می کشونند. هیتلر جلد دوم کتاب نبرد من رو در سال 1926 منتشر می کنه و تا سال 1933 موفق به فروش 240 هزار نسخه از اون میشه که معادل 5.5 میلیون یوروی امروزی برای اون درآمد داشته که طبق قانون باید معادل 1.5 میلیون یورو مالیات پرداخت کرد. اما بعد از تکیه زدن به جایگاه صدر اعظمی مالیات اون هم بخشیده میشه. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و مرگ هیتلر در سال 1945 حدود 12 میلیون جلد از کتاب نبرد من که چاپ شده بود سوزانده میشه و حق چاپ و انتشار اون نیز به دولت ایالتی باواریا واگذار میشه که اون دولت هم از چاپ و انتشار مجدد اون کتاب خودداری میکنه. در سال 2016 حق انحصاری نشر و چاپ اون کتاب منقضی میشه و نبرد من برای نخستین بار از سال 1945 در دسترس عموم قرار میگیره که با واکنش های بسیار زیادی مواجه میشه و در نهایت عده‌ای از محققان تاریخ معاصر مونیخ نسخه دو جلدی از اون تهیه کردن که حدود 3500 صفحه حاشیه نویسی و تفسیر داشت. بعد از چاپ مجدد کتاب حدود 85 هزار نسخه از اون به فروش رفته و به مدت 35 هفته در فهرست پرفروشترین های کتاب های غیر داستانی مجله اشپیگل قرار میگیره. در سال 2021 کتاب در فرانسه هم به چاپ میرسه که بر اساس نسخه مشروح آلمانی بود که اون هم اندازه دو برابر متن اصلی تفسیر داره. این کتاب به چندین زبان مختلف ترجمه شده، اما چاپ جدید اون که همراه تفسیره فقط به زبانهای آلمانی و فرانسوی انتشار یافته. در ایران نیز ترجمه های متعددی از اون کتاب به عمل اومده که مشهورترین اونها با ترجمه عنایت الله شکیباپوره که توسط انتشارات دنیای کتاب منتشر شده و بارها و بارها هم تجدید چاپ شده، اما به نظر میرسه نخستین ترجمه کتاب به زبان فارسی توسط داوود منشیزاده انجام شده باشه.